شاول مفاز مقام ارشد حزب اپوزیسیون در پارلمان اسرائیل در نطقی در واشنگتن در 18 نوامبر گفت با مشارکت کلیدی چین و روسیه تحریم ها می تواند برنامه هسته ایران را متوقف سازد مفاز نفر دوم حزب کدیمای اسرائیل در سخنرانی خود در مؤسسه سیاست خاور نزدیک در واشنگتن گفت ما دهها مجموعه تحریم علیه ایران تنظیم کرده ایم اما وی وارد جزئیات این طرحها نشد این رئیس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح اسرائیل گفت Russia, اگر آمریکا همراه با کشورهای غربی، چین و روسیه تحریم ها را تصویب و آن را بگونه که تنظیم شده اجرا کند، شاهد تأخیر و یا متوقف شدن برنامه هسته ایران خواهیم بود. به من سال 2010 سال تحریم ها خواهد بود مفاز سه نتیجه هر گونه سیاست تعامل در برابر ایران را از نظر اسرائیل چنین تشریح کرد نخست که مذاکرات باید فقط برای چند ماه و نه چند سال به درازا بکشد دوم اینکه غنیسازی اورانیوم در داخل ایران کاملا متوقف شود و سوم اینکه یک بازرسی گسترده و عمیق در همه تاسیسات اصلی ایران انجام گیرد هرچند که مفاز روی کرد تعامل دولت پرزیدنت اوباما با ایران را سرآغاز نیکو خواند موکدا گفت که آن سیاست در نهایت امر ناکام خواهد ماند I don't that فکر نمی کنم که با مذاکره با ایرانی ها به جایی برسیم مفاز ایران مسلح به جنگ افزارهای را خطری نه هستند برای اسرائیل که برای تمام جهان دانست و هشدار داد که ایران به موازات بقیه برنامه هستی خود یک برنامه سری نیز دارد که کاملا برای بازستان سازمان ملل متحد افشا نشده است. <applause> ایران دو برنامه ای دارد یک برنامه پنهان و یک برنامه آشکار ایران یک برنامه هستهای نظامی واقع در حوالی قم دارد که آمریکا در مورد آن افشاگری کرد آن مرکز بخشی از برنامه تسلیحات هستهای ایران است آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در اولین گزارشی که از زمان بازرسی تأسیسات هسته‌ای قم در 16 نوامبر منتشر کرده، گفت که افشای دیرهنگام وجود مرکز دوم غنیسازی اورانیوم ایران از سوی آن کشور این نگرانی را به وجود آورده است که ایران احتمالاً مراکز هسته سری دیگری نیز دارد. مفاز به منظور ارائه طرح جدید خود برای صلح خاورمیانه به واشنگتن آمده است. طرح او متضمن تاسیس کشور فلسطین در 60 درصد اراضی کرانه باختری رود اردن به اضافه باریکه غزه در وهله نخست است که در پی آن باید درباره وضعیت نهایی با هدف حل و فصل دائم کشمکش های اسرائیل و فلسطینی مذاکره شود. مفاز از حزب حاکم اسرائیل و دستگاه رهبری ها انتقاد کرد که طرحی برای برقراری صلح ندارند و گفت که به اعتقاد او یک روزن امید برای نیل به صلح نمایان شده است. In thus, I call the من از دولت اسرائیل و رهبری فلسطینیا می خواهم به بمبست فعلی پایان دهند. من از هر دو دستگاه رهبری می خواهم که برای تأسیس فوری یک کشور فلسطینی مستقل و حاکم بر سرنوشت خیش به عنوان ضرورت در راستای نیل به توافق در مورد وضعیت نهایی اقدام کنند. مفاز گفت علا رقم این خطر که ایران سعی می کند در هر توافق صلحی کارشکنی کند مذاکرات باید مجدانه پیش برود. I agree that Iran will do their best. من هم عقیده دارم که ایران نهایت تلاش خود را خواهد کرد تا سر راه هر توافق صلح بین اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطینی ها مانع ایجاد کند شکی در این زمینه وجود ندارد آنها از هر عامل دست نشانده مانند حزب الله، حماس یا دیگر گروه های افراطی و بنیانگرا استفاده خواهند کرد تا وضعیت را وخیم سازند و مانع از حل اختلاف بین اسرائیل و فلسطینیها شوند. اما باید شهامت آن را داشته و مصمم باشیم که طرحی با هدف وجود دو کشور در کنار یکدیگر تدوین و اجرا شود.